با سلام، طی مدت 24 ساعت گذشته 10 نفر از کارشناسان مجموعه در بخش تأمین کالای صادراتی موفق به انجام مذاکره و عقد قرارداد با کارخانجات تولیدی متعددی از قبیل عصاره مالت، بیسکویت، میوه خوش، ارده، روغن کنجد در شهرهای ایلام، شهریار، اصفهان، شیراز و تعداد دیگر از کارخانجات مطرح در سایر شهرهای مختلف کشور شدند. تاجری به نام خانم دایبی موا از کشور سنگال برای بار دوم در دفتر امار حضور یافتند و در طی این بازدید از محصولاتی مانند کیف و کفش چرم، کنسرویجات، ظروف یک بار مصرف و سایر محصولات دیدن کردند و قرار شد که ایشون طی دو روز یا سه روز آینده از کارخانجات پاستا، ماکارونی، کیف و کفش چرم و حتی عطر و عود کلون هم بازدید بکنند. و همچنین طی 24 ساعت گذشته 61 مذاکره کننده بین الملل مجموعه با کشورهای نظیر ایتالیا، افغانستان، روسیه، ترکیه، بنگلادش و سایر کشورهای مطرح دنیا در زمینه صادرات محصولاتی همچون ادوات کشاورزی، سیب و کیوی، صندل و دمپایی به گفتگو و مذاکره پرداختند. در 24 ساعت گذشته تعداد 10 نفر از هموطنان عزیزمان به جمع تاجران آراد برندینگ از اقصی نقاط کشور اضافه شد. دور دوم سلسله جلسات شورای داخلی تاجران مجموعه در روز سوم با حضور گروه‌های تجاری در زمینه محصولاتی نظیر انواع کنسرو، سس، روب گوجه، ساعت دیواری، صندل و دمپایی در روزهای پایانی هفته تشکیل شد. مطالب عنوان شده در این گفتگوها توسط مدیر گروه هر یک از حوزه‌ها به عنوان دبیر جلسه به صورت مکتوب، جمع‌بندی و به کمیسیون‌های تخصصی آراد ارجاع داده خواهد شد. در جدیدترین معاملات و صادرات صورت گرفته توسط تجار طی روزهای اخیر، فرهاد بازرگانزاده در حوزه انواع سیم و کابل موفق به صادرات حجم قابل توجهی از کابل برق خودنگهدار به کشور ارمنستان شد. علی تابش، دیگر تاجر آرادی، نیز در حوزه سنگ اسلب ساختمانی هم‌اکنون در حال رایزنی و مذاکره با مشتری ترکمنستانی است تا پس از انجام مقدمات اولیه نسبت به صادرات تناژ عمده‌ای از سنگ‌های چینی نیریز و مرمر به کشور مورد اشاره اقدام نماید. متشکرم از همراهی شما.